تصاویر نمونه اول پهپاد قاهر لو رفت. دیده شدن پهپاد قاهر بر روی ناو پهپاد برای شهید باقری تنها دو روز پس از خبر رسمی رونمایی پهپاد این پروژه. تلاش متخصصان سپاه برای استثار و پنهون کردن پهپاد قاهر از تصاویر ماهواره‌ای، از مشخص شدن اندازه نسخه ناونشین این پهپاد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تا انجام تست‌های دریایی قاهر. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. دو روز پیش بود که تمامی خبرگزاری‌های رسمی خبر از رونمایی نسخه پهپادی قاهر رو در آینده نزدیک مخابره کردن. از تنها دو روز بعد برای پخش شدن این خبر کافی بود که ماهواره‌های خارجی بتونن پهپاد قاهر رو شناسایی بکنن و تصاویر از نسخه اولیه این پهپاد بر روی ناو شهید باقری توسط ماهواره‌های خارجی و چنل نظامی جنگاور در فضای مجازی منتشر بشه. تصاویر بسیار با کیفیت که میتونن اطلاعات زیادی در مورد اندازه پهپاد قاهر، ویژگی‌ها و تعداد موتورهای این پروژه رو در اختیار ما بذارن. و جالبه بدونین بر اساس مقایسه پارامترهای دریافت شده از همین تصاویر ماهواره‌ای، مشخصات حدودی برد، مداومت پروازی و حتی ارتفاع پروازی این پروژه رو میشه با مقایسه با سایر پهپادهای همرد ایرانی به دست آورد. که خوشبختانه گویا مشخصات احتمالی پهپاد با اطلاعاتی که پیشتر در 3 ماه پیش در مورد آغاز تست‌های پروازی قاهر منتشر کرده بودیم تا حد زیادی مطابقت داره. و خب ما توی این ویدیو قصد داریم به بررسی مشخصات پروازی و تازه‌ترین داده‌های دریافت شده از پلتفرم قاهر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای بپردازیم. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و با لایک و کامنت هاتون کمک بکنین تا بقیه دوستان علاقه‌مند هم به این مطلب دسترسی پیدا بکنن. در روزهای آخر نمایشگاه هوایی کیش بود که در مصاحبه ای فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر از دریافت یک پهپاد دریایی جدید و پیشرفته از وزارت دفاع رو عمومی کرد. و بعد از این مصاحبه بود که سرتیپ خواجه فرد در مصاحبه ای رسما اعلام کرد که تست‌های پروازی پهپاد قاهر به تازگی شروع شده و به زودی از نسخه دریایی این پلتفرم در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد. در حالی که همون جوری که توی ویدیوهای چند ماه پیش کانالمون که در مورد پروژه قاهر بود، تست‌های پروازی قاهر بر روی باندهای زمینی از فروردین ماه امسال شروع شده بود و به زودی و پس از اتمام تست‌های فرود و برخاست هلیکوپترهای نیروی دریایی سپاه که همین یه ماه پیش با موفقیت انجام شدن، تست‌های نسخه پهپادی قاهر هم شروع خواهد شد. اما رسانه‌ها و ماهواره‌های جاسوسی فقط 2 روز فرصت نیاز داشتن تا بعد از انتشار این خبر نسخه اول پهپاد قاهر رو پیدا بکنن. اول از تصاویر ماهواره‌ای که به شکل روزانه که از روند تست‌های نهایی ناو شهید باقری منتشر می‌شدن بود که نسخه دریایی پهپاد قاهر که بر روی باند ناو شهید باقری و در کنار تنها آسانسور حمل هواگردها قرار داشت شکار شد. در واقع بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که مربوط به تاریخ 10 تا 12 دسامبر یا همون 20 تا 23 آذر ماه بود، یه نسخه دریایی قاهر که توسط تکنسین‌های ناو شهید باقری سعی شده بود استثار بشه بر روی ناو شهید باقری دیده شد. و اگه کمی به تصاویر دقت بکنین متوجه شباهت زیاد پهپاد مذکور با پروژه قاهر با وجود داشتن پارچه‌ای که روشه میشی. و بدین شکلی که تیم جنگاور میتونه به شکل رسمی آغاز تست‌های دریایی پهپاد قاهر رو عمومی و تایید بکنه. و به زودی و یا در همین چند روز پیش اولین پرواز پروژه قاهر بر روی ناو شهید باقری انجام شده. و باید موند و دید علی‌رغم این تست‌های پروازی این پهپاد آیا میتونیم شاهد رونمایی قاهر پیش از بهمن ماه و دهه فجر امسال باشیم یا نه. اما خب بیایم به بررسی مشخصاتی مثل اندازه، ویژگی‌های پروازی این پهپاد بر اساس پارامترهای دریافتی از تصاویر ماهواره‌ای و سایر پهپادهای مشابه در کشور بندازیم. بیاین اول یه نگاهی بندازیم با آسانسور ناو تا کمی از اندازه هواگردهای قابل حمله این ناو مطلع بشیم. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و بجز اون محاسبه‌گرهای در دسترس، طول آسانسور ناو شهید باقری چیزی حدود 10 تا 11.5 متره. این قضیه به این معناست که ناو توانایی حمله تجهیزاتی که بالای این متراژ طول دارن رو در درون آشیانه خودش نداره. و از اونجایی که هلیکوپترهایی مثل میل 17 با 18 متر طول و بل 412 13 متر طول دارن، گویا ناو توان حمله هلیکوپتر به شکل قابل هم در درون سازه خودش رو دارا نیست.
و اگه قرار باشه ناو هلیکوپتری رو حمل بکنه، باید با مهار هلیکوپتر روی باند فرود خودش حمل بکنه. پس در کل طول این آسانسور رو ما میانگین 11 متر در نظر میگیریم. که نه سیخ بسوزه نه کباب. از اونجایی که این آسانسور در تصویر پایین رفته و به جز اون قاهر و کشنده هواگردها بر روی باند هستن، میشه نتیجه گرفت ناو توانایی میزبانی از قاهر رو داره و پهپاد قاهر باید از این متراژ پایین‌تر و کوچیک‌تر باشه. پس به شکل حدودی طول پهپاد قاهر چیزی بین 7.10 تا 8 متر خواهد بود که به دلیل وجود پارچگی استتاری چیزی حدود 1 متر خطا داره. و اگه بخوایم نمونه هسته قاهر رو که طولی در حدود 16 متر داشت رو با این نسخه مقایسه بکنیم، ما با نسخه 50 تا 60 درصدی از نمونه جنگنده قاهر روبرو هستیم. و نمونه ناونشین به شکل اساسی کوچیک شده و چیزی بین 5.6 تا 6 متر هم طول کلی بالهای این پهپاد جدید ایرانی هستش که بر اساس اطلاعاتی که پیشتر اعلام شده بود مشابه هستن. اما خب بر اساس همین پارامترها مثل طول و عرض کوتاه این پروژه هستش که میشه گفت نمونه پهپادی قاهر از یه موتور که از خانواده اوج، یا بهتر بگم همون نمونه بدون پس‌سوز موتور J85 آمریکایی که پیشتر روی جنگنده یاسین هم نصب شده بود، یادتون باشه و شکل دهانه‌ای کشیده همین موتور بود که باعث شناسایی جنگنده سقوط کرده شد. خلاصه کار، نمونه پهپادی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای چیزی بین 7.10 تا 8 متر طول و تا 5.6 متر هم عرض داره و دقیقا نمونه 50 تا 60 درصدی پروژه قاهره. و اگه بخوایم تیکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم، میتونیم متوجه شباهت این اندازه های پهپاد قاهر با یک پهپاد دیگه ایرانی با نام شاهد 171 یا همون نمونه 60 درصدی پهپاد آمریکایی آرکیو 170 باشیم. شاهد 171 رو میشه جزء تلاش‌های ایران برای ساخت نمونه اصلی آرکیو 170 در ایران دونست. از لحاظ دهانه بال 7 متر و از لحاظ طول چیزی در حدود 3 متر طول داره. و یه جورایی به لحاظ طراحی که داره دقیقاً برعکس پروژه قاهر مشخصات ظاهری داره. ولی به دلیل هم رده بودن و اینکه تنها پهپاد جت ایرانی با سبک طراحی پنهانکارو جت که با قاهر مشابهه، میشه اونو به عنوان یک مبنا برای دستیابی به فناوری و در نهایت بردهای پروازی قاهر قرار داد. البته ناگفته نمونه این مسئله کار خیلی درستی نیست، ولی چون دیگه نمونه ای نداریم کارش نمیشه کرد و در کل مشخصات اعلامی ممکنه درصدی خطا داشته باشن. خب شاهد 171 داستان ما یه پهپاد جت پیشرفته هستش که برخلاف پهپاد قاهر از یه موتور توربوفن استفاده میکنه که از موتور احتمالی اوج از لحاظ فناوری بالاتر، ولی از لحاظ تراست و قدرت کلی در جایگاه پایین تری قرار میگیره. و به جز این، چون طول پهپاد شاهد کمتر از قاهره و به جاش بالهای طویل تری داره، سوخت کمتری میتونه به نسبت قاهر حمل بکنه. و قاهر داستان ما چون قرار روی باند فرود مورب ناو شهید باقری فرود بیاد، در طول بالهاش محدودی است داره. ولی به شکل کلی هر دو پهپاد توانایی فرود روی ناو شهید باقری رو دارا هستند. مشخصات رسمی اعلام شده برای پهپاد شاهد 191 بردی معقول برای یه پهپاد جت، چون پهپادهای جت به نسبت پهپادهای ملخی برد کمتری دارن و اگه ملخی بودن قطعا برد بالاتری هم داشتن. برد شاهد 191 1500 کیلومتر سقف پرواز یا همون ارتفاع پروازی 8 کیلومتر از زمین و در نهایت مداومت پروازی 4.5 ساعته داره. و اگه ما بخوایم مخزن سوخت استفاده شده در درون قاهر رو میانگین 20 درصد در نظر بگیریم، برد نمونه 60 درصدی قاهر در صورت داشتن مصرف سوخت کمتر به لطف طراحی جدیدتر و موتور کم مصرفی مثل J85 یا همون اوج بدون پس‌سوزی که داره، چیزی بین 2 تا 3 هزار کیلومتر برد انتقالی خواهد داشت. و از اونجایی که برد این پهپاد هم بیشتره، ساعت پروازی هم چیزی بین 3 تا 6 ساعت با احتمال خطای محاسباتی 1 تا 2 ساعتی خواهد بود. از لحاظ سرعت هم موتور اوج بدون پس‌سوز این پهپاد جدید در نمونه یاسین تا 900 کیلومتر در ساعت سرعت داره. ولی خب در نمونه نصب شده روی قاهر احتمالاً شاید کاهش سرعت تا 350 و 550 کیلومتر در ساعت باشیم. که به دلیل تلاش برای کاهش مصرف سوخت و محدودیت هایی که خود پلتفرم داره این اعداد حد زده میشه. به جز برد، مداومت و سرعت هم چون قاهر سنگین تره و از موتور قوی تری هم استفاده میکنه، ارتفاع پروازی این فایتر رو باید بالای 10 کیلومتر حساب بکنه که رنج معقول برای درگیری موشک های پدافندی هستش.
از لحاظ سطح مقصه راداری قاهر هم چیزی در دسترس ما نیست، ولی خب با توجه به مشخصاتی که رسانه‌های غربی از سایر پهپادهای جت جاسوسی ایرانی منتشر کردن، این پهپاد باید زیر 1 متر مربع و احتمالاً در حدود 0.5 متر مربع سطح مقصد داشته باشه. احتمالاً سطح پنهانکاری قاهر از اینم بیشتره، ولی خب با در نظر گرفتن همچین سطح مقصدی باز هم سطح مقصد مناسبیه. اما خب نزدیکترین پهپاد رزمی ناونشین با سطح ماموریت‌های شناسایی و جاسوسی، درگیری‌های هوایی و ایر ساپورت که توی منطقه هستش، در ترکیه با نام گیزیل آلماه که برخلاف قاهر ما داره یه طولی در حدود 14.7 متر که نشوندنده اختلاف اندازه قاهر با سایر همرده‌های خودشه. و ساده تر بگم، چون از لحاظ طراحی و اندازه خودش هیچ تایپ پروازی مشابهی توی جهان وجود نداره. از لحاظ توانایی حمله تسلیحات هم، از اونجایی که ایران داره یه موشک‌های مینی کروز زیادی مثل موشک هیدر 1 و 2 و به جز اون اگه برای قاهر ماموریت هوا به سطح هم گذاشته باشن که احتمالش هم زیاده، باید توان حمله موشک‌های کوتاه بردی با برد 20 تا 40 کیلومتر رو برای قاهر مد نظر قرار بدیم. متاسفانه در مورد وزن قاهر نمیشه چیز زیادی گفت. در مورد وزن هم باید چیزی بین 3 تا 5 تن وزن رو برای قاهر در نظر بگیریم. اما خوشبختانه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، محل اتصال کابل‌های نگهدارنده یا همون کابل‌های فرود هم بر روی ناو مشخص شده. یک کانال نظامی میلیتاری توییت در پستی مدعی شده که احتمالاً در این ناو از سیستم استوار استفاده شده. در واقع به نقل این چنل نظامی معتبر، در سیستم کتوبار از منجنیق برای به پرواز در آوردن پرنده استفاده شده و از کابل‌های بریر یا همون نگهدارنده هوک برای بازیابی هواپیماها بر روی عرشه استفاده میشه. اما سیستم استوبار بر اساس سکوی پرش کوتاه جلوی حامل و سیستم بازیابی کابلی طراحی شده. البته نگفته نمونه که نمیشه انتظار منجنیق‌های مثل ناوهای هواپیماور آمریکایی رو روی ناو شهید باقری داشت. و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعلا سیستم فرود کتوبار بر روی ناو تایید میشه و فعلا تنها داده ما از نحوه پرتاب پهپادها استفاده از رمپ شیبدار دماغه ناو هستش. بنابراین از جمله تغییرات احتمالی در پهپاد قاهر میشه به تقویت عرابه فرود و اضافه شدن قلاب هوک برای نشستن بر روی ناو باشه و بر اساس محل قرارگیری هوک فرود ناو و جهت و محاسبه هایی که به دست میاد، یعنی پهپاد قاهر برای فرود نیاز به باندی در حدود 16 تا 19 متری رو داراست و احتمالاً پهپادهای با تنش بالاتر هم قابلیت فرود بر روی ناو رو دارن و در بدترین حالت با احتساب هوک فرودی باندی بین 20 تا 23 متری رو برای پهپادهای سنگین‌تر باید در نظر بگیریم. همچنین بر اساس طول بالهای 5 متری قاهر، احتمالاً حد اکثر طول بال پهپادهایی که قرار روی ناو شهید باقری عملیاتی بشن حد اکثر چیزی بین 8 تا 10 متر باشه و دلیل این کار هم جلوگیری از برخورد پهپاد با جزیره کشتی خواهد بود. اما از بعد هلیکوپتری، ناو شهید باقری توان فرود و برخاست هر نوع هلیکوپتری را داراست. ولی خب از بعد آشیانه مشکل داره و نمیتونه با استفاده از آسانسور خودش هلیکوپترهای بالای 11 متر رو حمل بکنه. اما در مورد آشیانه ناو شهید باقری گفتیم. جالبه بدونین به نقل از خبرگزاری SNN یا همون خبرگزاری دانشجو، ناو شهید باقری توان حمله تا 60 پهپاد قابل بازیابی رو داراست. ولی پیش بینی میشه که تعداد این پهپادها با توجه به مدل هایی رو که میتونه حمل بکنه بالا پایین بشه. همچنین جالبه بدونین در پشت ناو هم یک پد فرود اختصاصی برای فرود و برخاست هلیکوپتر نصب شده که توان فرود هلیکوپترهای سبک و یا متوسط رو داراست. و به جز این در پشت جزیره کشتی و جلوی پد هلیکوپتر هم تعدادی تسلیحات برای ناو در نظر گرفته شده که 8 لانچر و کنیستر موشک‌های کروز و ضد کشتی و 2 کانتینر با کاربری ناشناخته که احتمالاً یا برای سیستم‌های جنگال شنود و یا موشک‌های بالستیک کارایی دارن بر روی ناو نصب شدن که توان ضد سطحی خوبی به ناو میدن. اما در مورد بحث پدافندی، حداقل توی تصاویر چیزی مشخص نیست و به جز 3 توپ پدافندی که یکی در جلو و در دماغه کشتی و 2 تا در پاشنه کشتی، هیچ سامانه دیگه حداقل توی تصاویر ماهواره‌ای دیده نمیشه. و باید دید آیا سامانه پدافندی درست حسابی برای چنین ناو با ارزشی در نظر گرفته شده یا خیر. چون همونجوری که میدونین اکثریت ناوگان ارتش برای حفاظت از خودشون هم موشک پدافندی ندارن
و هم تعداد و وزن ناوگان جدید سپاه مثل شهید باقری برای دریانوردی های طولانی مناسب نیست. و در کل باید دید از اونجای که ارتش و سپاه قرار ناوگروه های مشترکی درست بکنن، چه برنامه‌ای برای دفاع از این ناو و یا ناوبندرهای ارتش ریختن. در واقع ارتش و سپاه قصد دارن توی بحث دریانوردی یک سیستم یکپارچه دریانورد به تقلید از سیستم موفق پدافندی یکپارچه خاتم الانبیا رو توی دریا ایجاد میکنن و با ترکیب دارایی های همدیگه توان دریانوردی کشور رو افزایش بدن. اما خب از قاهر بیاین دور نشین. همونجوری که گفتیم و میدونین، قاهر پیشتر قرار بود یک جنگنده نسل 5 بشه و توی طراحی اصلی این جنگنده هم رادار هوایی در نظر گرفته شده بود و طبق نمایشگاه هوایی یکیش اگه بخواین رادار بگنس 5 یا همون رادار سری کوسن رو برای این پهپاد با همون قابلیت و نسل قدیمی پالس دابلر نصب بکنیم، ما یه پهپاد با برد رادارهای 150 کیلومتر و برد درگیری 75 کیلومتری داریم که پوشش هوایی نسبتا خوب رو برای ناو ایجاد میکنه. و اگه تعداد هواگردهای قابل حمل ناو شهید باقری زیاد باشه، میشه با پرواز و پوشش هوایی چندین قاهر منطقه های سرچ و درگیری پهپادها رو افزایش داد و به دلیل وجود یه پوشش هوایی بالا به پایین میشه بر مشکل گردی زمین که برد رادارهای دریا پایه یه ناوگان دریایی رو کاهش میده رو جبران کرد و پوشش رادار یا هوایی دائمی این هواگردها یه چتر پدافندی یا حداقل راداری برای ناو ایجاد میکنه که میتونن به سیستم پدافند و یا سایر ناوگان اطلاعات موشک و پهپادهای نزدیک شونده رو هشدار بده. و در کل ترکیب و مشخصات ناو شهید باقری و پهپاد 60 درصد سری قاهر و یا سایر پهپادهای ایرانی به ویژه پهپادهای سری شاهد 171 و یا شاهد 191 ترکیب جالبی توی جنگ‌های دریایی مدرن خواهد بود. همچنین از اونجایی که ایران در درگیری‌های اخیر توی دریای سرخ مفهوم پهپادهای ضد کشتی رو توی جهان جا انداخته، باید دید بجز پهپادهای قاهر دیگه ناو شهید باقری چیا رو حمل می‌کنه. مثل پهپادهای انتحاری و یا جاسوسی و حتی سرابری که گویا ارتش هم به تازگی خریداری کرده. و در کل با توجه به الگوی حرکت ناوگان سپاه، یعنی همراهی ناو شهید مهدوی و شهید رودکی با ناو شهید باقری و خبرها و تصاویر جدیدی که از این ناو داره منتشر میشه، گویا کم کم باید منتظر رونمایی رسمی از این دو پلتفرم هوایی و دریایی جدید ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک باشیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت دیگه، خدایا رو نگهدار.